محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید مسئله کوچه اجباری 700 خانواده در ولسواله های گیزا و پاتوی دایکندی هنوز حل نشده و فرماندهان محلی در فصل سرما مانع بازگشت مردم به خانه هایشان می و این مطلب را شب گذشته در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود مطرح کرد و نوشت اوایل تسلط طالبان صدها خانواده عمدتا هزاره از مناطق اصلیشان کوچه اجباری شدند طالبان املاک آنان را به نزدیکان و هوادارانشان توزیع کردند دیدبان حقوق بشر هم در گزارشی این اقدام سنیهای های تونروی طالبان را نقض آشکار حقوق بشر و مجازات گروهی هزارها خوانده و آن را به شدت محکوم کرده بود محقق در یادداشت همچنین نوشت ختم جنگی که طالبان مدعی هستند واقعیت ندارد و هنوز هم ترور، انفجار و جنگ در اقصانقات کشور دوام دارد او گفته از ابتدای تسلط و سنی های تنروی طالبان بر کشور اوزا روز به روز رو به وخامت می رود محقق همچنین نوشت امنیت جانی برای مقامات، معمورین و افرادی که وابسته به حکومت یا احزاب سیاسی بودند وجود ندارد برخلاف عفو عمومی که از طرف رهبری طالبان اعلام شده هزاران نفر از فرماندهان حکومت قبلی آواره و تحت تعقیب هستند و یا شبانه از خانه هایشان برده شده و شکنجه یا کشته می شوند. محقق افزود فقر و بیکاری چنان فراگیر شده که اکثریت قاطع مردم توان خرید مایحتاج روزانه خود را ندارند و برای تهیه آن ضروریات خانه و زندگی و حتی بعضی فرزندانشان را در معرض فروش قرار میدهند. او در بخشی از یادداشت خود گفته مسئله تحصیل دختران و مشارکت زنان در ادارات و عرصه های سیاسی نیز همچنان در حاله از ابهام است و همه ممنوعند. برخلاف توقع جامعه جهانی و کشورهای منطقه مبنی بر ضرورت ایجاد یک ای حکومت فراگیر و همه شمول از طریق یک مذاکره واقعی بین طالبان هنوز بر حکومت طالبانی و یک جانبه اصرار دارند او گفته است که اگر روال به همین منوال پیش برود سرانجام زوال حکومت طالبانی متصور است